رفقای گلم همگی سلام، خیلی خوش اومدید به کانال موزیک شهر. ما امروز اینجاییم با یک ویدیوی خیلی خیلی جذاب و باحال از پروژه بلک باکس با سیروان خسروی. حتما خیلیاتون دیدید که این روزا یه موزیک ویدیوهایی میاد بیرون که سیروان خسروی در واقع اونا رو بازخونی کرده، به نوعی میشه گفت، و با یک گروهی هستش که این پروژه رو انجام داده و خیلی هم زحمت کشیدن برای این پروژه. تعداد آهنگاش مثل اینکه زیاده، تا الان یه تعدادشون اومده بیرون، 4 تاشون رو توی این پست با هم دیگه راجبشون صحبت میکنیم. این پست پورت اوله، یه پارت دیگه هم ما راجب این پروژه بلک باکس میگیریم. چون تعدادشون زیاده و تایم ویدیو طولانی میشه، یه کمی خسته کننده میشه، به خاطر همون قرار شد که یه ویدیوی جداگونه هم براش بسازم بعدن. اما تو این پارت میریم سراغ 4 تا آهنگ. آهنگ اولی که شده آهنگ منو ببخش بود که سیروان خسروی تصمیم گرفته که این آهنگ رو منتشر کنه. و اصلا شما این آهنگ رو که گوش میکنید، جوری که حالا دوباره بازخونی شده، جوری هستش که آدم رو میبره به سبک دهه 80 آمریکا، یه سری ترک های راک اون سبکی که توی اون زمان منتشر میشد و خیلی خیلی باحال شده. و سیروان خسروی هم توی دیسکریپشن یوتیوبش به این نکته اصلا اشاره کرده، یه سری چیزا گفته که این نوشته الان این بغل میاد، منم براتون میخونمش. که بی نهایت خوشحالم از اینکه میتونم بعد از ماها تلاش امروز اولین آهنگ از پروژه بلک باکس رو با شما به اشتراک بگذارم. برای شروع آهنگ منو ببخش رو انتخاب کردم چون از نظر خودم یکی از متفاوت ترین و بهترین کارهاییه که تا امروز تونستم انجام بدم. جالب اینه که در شب اجرا هم طرفدارا نسبت به این آهنگ بیشترین واکنش رو داشتن. حالا این طرفدارایی هم که اونجا نشستن، یه سری ها میگفتن که اینا کیان، اوه چه صدایی هم دادین، یه سری ها میگفتن که اینا کیان که رفتن اونجا نشستن، که اونم داستان داره، توی ترک های بعدی به اونم اشاره میکنم. اگه نبودم من پیشت به وقتش، چشمات همیشه گبریه، منو ببخش که نایده گرفتم آرزواتو. نمیتونم با هم بد شدم که ازت دورتر میشم، خیلی خب. ترک دومی هم که از این پروژه تا به الان منتشر شده، ترک درست نمیشمه، که اصلا این ترک درست نمیشم خیلی باله. من خودم به شخصه توی آهنگای سیروان این درست نمیشم خیلی دوست دارم، مخصوصا اون ورژن ریمیکسش که زانیار انجام داده، اون فوق‌العاده است. اصلا توی کنسرت هم اصلا بی‌نظیر اجرا میکنه سیروان این ترک درست نمیشم. و اونایی که کنسرتش نرفتید، ولاگش توی کانال هست، میتونید برید ببینید، اونجا اجرای زنده درست نمیشم از سیروان خسروی رو. اما این پروژه بلک باکس، تعدادی از آدمایی که حالا توش هستن، یعنی نورپردازش بوده، حالا نورپرداز این نه، بیشتر به نوازنده و عوامل موسیقیش اشاره میکنیم که ببینیم که کیا هستن، چون حالا تعدادشون زیاده طولانی و خسته کننده نشه براتون. اینجا گیتار بیس از آرش ایوزی هستش، گیتار الکترونیک هم از امیر دانایی. میخوام دو تا 4 تا نشه، نه دیگه فرقی نداره که کجا هم، روزایی که دوستشتم برن هستن، دورو بری هم از دستم خستن، من تو فکر تو بی خبر از من، بیبی تنها تر ازم میشم، باید میمونی پیشم، دیگه درست نمیشم، دیگه درست نمیشم، کاش میتونستم یکم آروم با
تر از همیشم، باید میمونی پیشم. اما شاید برای خیلیتون سوال باشه که اون کسایی که اونجا نشستن و اجرا تماشا میکنن کیان؟ اینا یه سری از طرفدارای سیروان خسروی هن که قبلن توی سایت سیروان اکانت ساختن و توی سایتش عضو هستن، که حالا برای اینا یه اسمسی فرستاده میشه و ازشون دعوت میشه که بیان و اجرای سیروان رو تماشا کنن. ترک سومی هم که میخواییم راجع به صحبت کنیم ترک برگرده، که برگردم یکی از آهنگای معروف سیروان خسروی هستش که خیلی هم خفن و باحال شده. بلک باکس. شبم نیستی، میرم تو خیام یکم زیر بارون، دیگه اینجا نیستی، همه جا تاریکه. برگرد بی تو نمیشه اینجا، تو این پروژه خیلی باحال بودش. یکی نوع فیلم برداری و تصویر برداریش بود، یکی نورپردازی فوق‌العاده بودش و یکی همون همراهی که اصلا توی سالن بودش، اون اصلا بی‌نظیر. همچنین تنظیم فوق‌العاده‌اش، اصلا این کار یه تنظیم بی‌نظیری هم داشت و خیلی خیلی حرفه‌ای این پروژه بلک باکس، و دوباره میشه گفت همون سیروان حرفه‌ای یه کار خیلی خفن انجام داده. ما عوامل بقیه‌شون هم بگم: گیتار از بهنام رهنما، ساکسیفون از نریمان نعیمی هستش، میکس و مستر هم که خود سیروان خسروی انجام داده، درامز هم از نیما حمیدی، بک وکال هم همون صداهای دخترایی میشه که با سیروان دارن همراهی میکنن و میخونن. اینا ملینا شربتی، حنانه بیداری با یاسمین میر محمدی هستن. این از اینانی که توی این ترک هستن و خیلی قشنگه صداشون توی سری از ترک ها، حالا خیلی باحال شده. ترک آخر که توی این ویدیو راجع به صحبت میکنیم، ترک خیلی روزا گذشته که غم وحشتناک خاصی داره، خیلی بی نظیره این ترک خیلی روزا گذشت. من خودم وقتی که توی پروژه بلک باکس گوشش کردم، نوازندگی سیروان خیلی فوق‌العاده است. اصلا یه تیکه از نوازندگیشو الان براتون میذارم ببینید. تیکه اصلا آدم رو دیوانه میکنه، اینقدر خوبه. خود آهنگ رو گوش کنید، می نظیر این آهنگه. اصلا هرچی ازش بگم بازم که این چی میگه اینجا. فمون گرفت تو هوای تلخ پاییز، راهیم نبود باز دوباره باز بارون، با خاطراتت میشه هم مرد و هم زندگی کرد، با درد خیلی روزا گذشت، خاطره های تو کم نشد، خیلی روزا گذشت ولی غم از دل ما نرفت، پاییز از اینجا تون گرم که این ویدیو رو تا آخر دیدین. منتظر پارت بعدی باشین، برای طرفدارای سیروان خسروی بفرستین. شما کامنت بذارین، نظرتون رو بگی راجع به این فضایی که الان اینجا هستش. و سعی کردم یه ذره متفاوت تر باشه این ویدیو، چون چند وقتی هستش که پست نذاشتم و خواستم یه ذره متفاوت تر برگردم توی کانالم. کامنتاتون رو بذارید. همین دیگه، دمتون گرم که تماشا کردین. تا ویدیوهای بعدی و پارت بعدی که خیلی باحاله، فعلا خداحافظ.